دینه 19 بهمن ماه 1397 خورشیدی برابر است با 8 فوریه 2019 میلادی خانم ها آقایان هم وطنان هم زبانان هر جای این جهان پرناور هستید و به برنامه های تلویزیون ایران فردا توجه می فرمایید سمیمانه ترین های من و همکار خوبم آقای سپهر خسروی کارگردان فنی برنامه رو بپذیرید مجدهی دارم برای دوستان و بینندگانی که دوست دارند پای صحبت منطقی و بسیار آموزنده و در واقع اطلاع دهنده آقای دکتر کازم علمداری باشن امروز فرصتی دست داده که در خدمتشون باشم پیشا پیش ازشون سپاسگذاری میکنم اشاره کوتاهی میکنم به آنچه که هفته پیش گذشت در امریکا و بعد با فاصله کوتاهی که این مطالب رو عنوان خواهم کرد بیرویم و در خدمت جناب دکتر علمداری خواهیم بود از طریق اسکایپ ارز کنم حضورتون که نطق سالانه آقای پرزیدنت دانالد ترامپ با تاخیر اجرا شد مطالبی رو که ایشون عنوان کرد مورد تحسین قرار گرفت بسیاریش و نکات مختلفی رو عنوان کرد در مورد پیشرفت های علمی امریکا در مورد کارهایی که از زمان, به زمان رسیده، از زمان رسیدن به قدرت او در امریکا اتفاق افتاده کارهای مثبتی که او انجام داده اشاره کرد به این که این تحقیقات احمقانه است که از طرف حزب مقابل داره انجام میشه و باید به این خاتمه داده بشه و گردن این پیشرفت ها متوقف خواهد شد به هنگام ورود برخلاف اون نرم و رسمی که هست خانم نانسی رئیس فعلی کنگره و مجلس نمایندگان ایشون رو معرفی نکرد و از این بابت مورد انتقاد قرار گرفت از طرف گروه های مختلف ولی ایشون عنوان کرده که عمدی در کار نبوده آقای ترامپ به مجرد این که آمدن پشت تریبون صحبتشون رو شروع کردن و فرصتی نشد که خوش آمد گفته بشه به ایشون و اون کاری رو که معمول هست به اون صورت انجام بشه فقط اشاره میکنم به اون چه که راجع به ایران گفتن و بقیه مسائل رو به طور قد دوستان ما شنیدید و نیازی نمیبینم که دوباره اونها رو تکرار بکنم چند تن از کسانی رو که آورده بودن به مجلس برای شهادت دادن به عنوان شاهد به عنوان ناظر اونجا معرفی کرد آقای ترامپ و بعدم راجع به ایران ایران رو کشوری که دیکتاتوری هست کشوری که بلوا پا میکنه در منطقه کشوری که با اسرائیل به خصومت میپردازه کشوری که او به مجرد روی کار آمدن وعده داده بود که اون قرارداد برجام رو لغو بکنه این که به خاطر اینکه به ضرر امریکا بوده لغو کرده و مشغول گذاشتن تحریم های هرچه بیشتر روی حکومت ایران هست و راه آوردن این حکومت صحبتی از ساقط کردن جمهوری اسلامی به میان نیامد در صحبت های ایشون ولی خب به شدت به عنوان یک رژیم بد با واژه بد ایشون مشخص کرد ایران رو و این مسئله بود که مرتوجه هموطنانمون قرار گرفته و موضوعی بود که شاید دوست داشتن بینندگانمون که بشنون بار دیگر دیگه فرصت برنامه رو نمیخوام از دست بدم این روزها ما میرویم به تاریخی نزدیک میشیم که سرنوشت مملکت به طور کلی به جهتی رفت که هیچ کس تصور نمیکرد که تا این حد رژیمی که روی کار آمد بتونه لطمه بزنه از هر جهت به تمام ارکان مملکت و این کارها ادامه داره ارز کنم حضورتون که این رجزخانی ها از طرف حکومت ایران ادامه داره و فشاری که این روزها هست بیشتر متوجه مردم هست مسئله گران بودن و نبودن گوشت و به ساده ترین موادی که مورد نیاز هست برای افراد مسئله است که مدت هاست مطرحه و روز به روز داره بدتر میشه مسائل دیگر اقتصادی بالا رفتن ده از دست دادن ارزش ریال از چندی پیش ده برابر ارزشش پایین تر آمده و مسائل دیگه ای که اینها رو با جناب دکتر علمداری در میان خواهم گذاشت به خصوص آقای دکتر علمداری یک جامعه شناس با سابقه و مطلع بپرسیم که چه شد که چنین شد آیا میشد پیش بینی کرد که این رژیم با وعده هایی که داده بود به کلی چیز دیگری از آب در بیاد یا نه جناب دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون و سپاس از شرکتتون در برنامه خیلی متشکرم آقای حجازی از دعوتتون خوشحال هستم در خدمت شما و بینندگان هستم خدمت همه سلام میکنم بینهایت سپاس گذارم دکتر علمداری همه ما من خودم رو میگم در دوران انقلاب با نوارهای کاستی که پخش میشد در سطح وسیع و وسیله اون روز برای دست دستیابی به و مردم شاید بهترین وسیله ممکن بود و صحبت های بسیار بسیار خوبی که آقای خمینی کرد آیت الله خمینی کرد که با سیاست کاری نداره سیاست کثیف و بلا فاصله بعد از روی کار آمدن و به دست آوردن قدرت به کلی موضوع به صورت دیگری درآمد قلم ها رو شکست تعداد اعدام های بیشمار پیش آمد و آنچه که امروز باش روبرو هستیم که روز به روز هم داره بدتر و بدتر میشه آیا میشد پیش بینی کرد که یه حکومت مذهبی میتونه یک چنین پیامدی رو به دنبال داشته باشه یا نه بله پرسش بسیار اساسی است من البته یک مقاله اخیرا در ارتباط با انقلاب و چل سالگی انقلاب نوشتم در دوچه بله هست و تکرارش در سایت ایران امروز اگر دوستان علاقه باشن میتونن به جز... جزئیات نوشته من اونجا نگاه بکنم ولی من اشاره اش... کلی بکنم بله ممکنه من... خواهش بکنم که یه اشاره ای به نکاتی که در مقاله مطرح کردید بفرمایید بله مقاله د... عنوانش از انقلاب اه... 1357 چهل سال بعد و در این چند تا عنوان کوچک هست که فقط خدمتتون میگم بعضی از اونها رو اگر, اگر احتیاج از توضیح بدم اولین که چرا انقلاب 1357 رخ داد اولین عنوان یا ساب تیترش یا سو تیترش این هست دومیش هست چرا شاه سیاست کارتر رو پرزیدنت کارتر رو پذیرفت که سیاست یا دکترین حقوق بشر بود و عقب نشینی کرد از سیاست گذشته است درجا در این توضیح دادم بعد تیتر بعدی هست اهداف و خواستهای های اصلی کوشندگان انقلاب چی بود بعد اینجا اشاره این کردم که اهداف مشترک وجود نداشته گروه های مختلف شرکت داشتن و هر کسی هم خواست خودشو داشته یک خواست مشترک هم وجود داشت و آن هم سرنگونی شاه بود حکومت و رژیم شاه بود که البته اون هم در فرایند انقلاب به وجود آمد از آغاز این خاص وجود نداشت بعد تیتر بعدی هست چرا انقلاب به دست روحانیت افتاد در حالی که نیروهای مختلف در شرکت کرده بودند و روحانیت یا مذهبی ها جزء گروه های اولیه نبودند که انقلاب رو شروع کردند بلکه گروه های چپ امدتند روشن فکران اگر بخوام خیلی مشخص اشاره بکنم ده شب انجمن گوته بود انجمن فرهنگی گوته بود که در اونجا شست شاعر و نویسنده سخنرانی کردند و اولین نطفه های اعتراضات مردمی بعد از باز شدن فضای سیاسی علنی شد بعد تیتر دو تیتر آخرم این هست که چرا انقلاب به دست روحانیت افتاد که در اینجا در همین ارتباط توضیح دادم که هیچ گونه تشکیلاتی جز تشکیلات مدنی روحانیت که در یک شبکه گسترده مساجد و حوزه ها و حسینیه ها و فاطمیه ها و هزاران کادر آماده و یک ایدولوژی قوی الهی که در ذهنیت مردم وجود داشت و احتیاج نبود که کسی رو قانع بکنه که به بون ایدولوژی اعتقاد پیدا بکنه و سراخر اینکه چرا خواست های انقلاب خواست و اهداف انقلاب در عمل به ضد خودش بدل شد که در اینجا من توضیح دادم گذشته از این انحصارگری آغازینی که قدرت رو همه همه قدرت رو به طور مطلق روحانیت در سلطه خودش گرفت ادامه این وضعیت مدیریت ناشایست دو گروه روحانی و نظامی بر تمام ارکان جامعه از صنعت گرفته تا دانشگاه ها تا مذهب حتی و همون ارتش و تمام جنبه های کوچک و بزرگ خرد و کلان جامعه رو این دو گروه در کنترل خودشون قرار دادن به خصوص بخش اقتصاد و صنعت که اینها با مکتبی کردن مدیریت این نهادها اونها رو همه رو به ورشکستگی رسوندن و آن چیزی که امروز ما مشاهده می کنیم نتیجه این مدیریت غیر لایق یا ناشایستی است که وضعیت به اینجا رسونده متشکرم آقای دکتر اشاره کردین به جلساتی که در انستیتو گوته و سایر جاها تشکیل می شود. جلسات در جاهای دیگه هم بود توسط بیشتر چپی ها و گروه های دیگری که فعالیت میکردن. از چه زمان دکتر شریعتی وارد گوت شد و حسینیه ارشاد شد یک مرکز سقلی که بسیاری از جوانان رفتن به اون سمت و سو و با تعریف ها و توجیهاتی که شریعتی میکرد از اسلام ناب محمدی و اینکه چگونه با هیچ مسئله مدرنی مخالفت نداره موسیقی رو میپذیره نمیدونم تمام صحبت هایی که شریعتی میکرد و اون روزها به مذاق جوون ها خیلی خوش میآمد. و من دقیقا یادم هست که افراد دو پشته تا بیرون توی خیابون صف میبستن که پای صحبت او بنشینند از چه زمان او وارد گود شد؟ بله این صحنه هایی که شما دارین توضیح میدیم من هم در اون زمان دانشجوی دانشگاه تهران بودم البته جز به گروه های نبود، افرادی نبودم که مدافع نظرات علی شریعتی باشم ولی در جریان این ماجرا بودم ببینید هر جریان سیاسی یا مذهبی برای اینکه پایه بگیره احتیاج به سه رکن داره یکی اعتقاد یکی منا... مراسم و مرا... مناسک و سوم مکان که جمع بشن مذهب اینجوری شکل گرفته احزاب موفق سیاسی هم همین گونه شکل خواهند گرفت و گرفتند و در اون زمان حسینی ارشاد این نقش رو به عهده گرفته بود چون حسینی ارشاد یک جریان علنی بود تقریبا یک مسجد و فر... مرکز فرهنگی علنی بود که اجازه میداد افرادی مثل علی شریعتی در اونجا سخنرانی بکنن و که به درستی اشاره کردید هزاران داوطلب و علاقمند به سخنان ایشون و علاقه کسانی دیگر در اون مرکز جمع می شدن هم که جمع شدن و مرکز یعنی ات... تماسگیری با همدیگر ایجاد یک شبکه در همون زمان و بعد از اون ولی انقلاب از اونجا شروع نشد این بخشی از زمینه هایی بود که کادر فراهم میکرد برای نیروهای سیاسی مجاهدین احتمال زیاد همزمان با این نیروهای چپ هم تشکیلات متفرق به خصوص سازمان چریکای فدای خلق ایران وجود داشت اینا پیش زمینه هایی بودن که کار سیاسی میکردن ولی درستی به درستی اشاره کردید که جریان اصلی از شبهای ده شب شاعرخانی در مؤسسه گوته انجام گرفت دلیلش هم این بود که این زمان بود که دکترین کارتر به شاه تحمیل شد و شاه فضای سیاسی ایران رو باز کرد در گذشته حسین ارشاد وقتی فعال بود هنوز فضای سیاسی برای گروه سیاسی باز نبود از این زمان است که شما میبینید در همون شبهای شعر گوته دوتا خط هست کسانی که سخنرانی میکنن شعر میخونن یک خط انقلاب هست و یک خط اصلاحات هست یک خطی که میخواد آزادی به دست بیاره یک خطی که میخواد حکومت رو سرنگون بکنه انقلاب بکنه و قدرت رو به دست بگیره خب این دو خط در همون شبهای شعر ده شب شعر از زبان شعرا و نویسندگان شنیده میشد ولی باز خدمت من بکنم که در همون حد محدود نبود به دانشگاه ها رفت در درگیری هایی که در دانشگاه شریف که اون موقع دانشگاه آریا مهر بود انجام میگه بیرون از دانشگاه در خیابان اونها رو من شاهد دیگه بودم اتفاقاتی که میافتاد و هنوز روحانیت و مذهبی های سنتی و اون کسایی که بعدا قدرت رو گرفتن در صحنه نبودند و جالبه که به این نکته اشاره بکنم در مقالم بهش اشاره کردم که با باز شدن فضای سیاسی یعنی روشن شدن دکترین کارتر آقای خمینی یک بیانیه داد و اون رو توته آمریکا خواند حالا با چه تعبیر اون رو توطعه آمریکا خوند اون داستان دیگری است اون موقع ایشون در عراق بود در نجف بود داستان که کمی جدی شد و مبارزات ادامه پیدا کرد و نیروهای امنیتی اون زمان عقب نشینی کردند و و صحنه ها بیشتر باز شد آقای خمینی هم به جدی بودن مسئله پی برد و اعلامیه دومی صادر کرد و این بار این اعلامیه تعیین کننده بود که به خطاب بود به روحانیت سنتی که درگیر مسائل سیاسی نبود و دنبال اجرا و مناسک و مراسم مذهبی بود فقه اسلامی بود و کاری به براندازی و انقلابی مسائل نداشت و عمده روحانیت بزرگ هم کسانی که مرجع تقلید بودن در همین خط و خطوط بودن جز خود آقای خمینی خمینی اعلامی نوشت منتشر کرد که در این بیانیه خطاب اونها گفت که چه نشسته که کمونیست قدرت رو خواهند گرفت اگر ساکت بنشینید کمونیست قدرت رو خواهند گرفت و جامعه کمونیستی خواهند کرد همین این باعث شد ترسی ایجاد بشه در اون بخش روحانیت سنتی و کم کم اونها بپیوندن به جریان انقلاب ولی جرقه اصلی از زمانی شروع شد که اون مقاله کذایی نوشته شد بله بله اون، اونجا بود که در قوم شورش شد درگیری شد و این درگیری آغازی بود که روحانیت رو به خصوص طلاب و کشون به صحنه ها و هرگز هم معلوم نشد آقای دکتر اون مقاله رو کی نوشته بود آیا آن... روشن شده ای؟ نه هیچ کس نپذیرفت شخص خاصی نپذیرفته ولی مشخص است که اون زمان دستگاه ساواک این گونه مقالات رو دیکته می کرد به کسانی یا کسانی بودن که خوشون می نوشتن به روزنامه ها دیکته می کردن که رو چاپ بکنن اون مهم نیست که کی نوشته مهم نیست که مشخص بود دولت نوشته و حمله کرده به خمینی و به او توهین کرده و در بهله اول اونها میخواستن این توهین پس گرفته بشه و عذرخواهی بشه بله. اون اعتراضاتی بود خب دستگاه امنیت هنوز در قدرت کامل بود قبول نکرده بود که این رو پس بگیره بله. و خب این وقتی شورش شروع شد سبب شد که حوزه ها و مساجد در گوش کنار ایران کم کم درگیر بشن و دیگه آغاز انقلاب هست بله, بله مدیر روزنامه آیندگان بعدها به،, به کرات گفت که او در این مورد تقصیری نداشته ولی به هر حال لطمه زده شده بود با اون مقاله شما اشارتون به آقای همایون بله آقای همایون هست بله بله آقای هومایون. بله. بله, ایشون نپذیرفت که کار ایشون هست ولی ایشون زمنی اشاره به این کرد که دستگاه میاد این کار کرده بله. بله. آقای دکتر علم داری، من. من اون زمان در سازمان برنامه بودم و هنوز به دانشگاه آزادی که در شرف تأسیس بود نرفته بودم. بودجه محرمانه بسیار بزرگی برای در واقع روحانیون که من یه کمی مشکل دارم با این واژه روحانیت چون واژه بسیار محترمی است و اینا کاری کردن که اون رو هم واقعا آدم اکراه داره که بگه به حال آخوندا و مذهبیون از یک بودجه محرمانه بزرگی برخوردار بودن و در واقع باج می گرفتن از رژیم و به همین دلیل نبود که شاه فکر می کرد که هرگز از جانب مذهبیون خطری متوجهش نیست؟ بله اولا من توضیح بدم در ارتباط با این واژه روحانیت من معمولا به کار نمیبرم بله. امروز میخوام مخصوصا این روزها مخصوصا به کار ببرم که این واژه مصادف و مترادف شده با وضعیت بسیار اسفناکی در ایران اتفاق افتاده بله. با سرکوب ها با جرم جنایاتی که اتفاق افتاده این کلمه هم ردیف شده بلابر نباید اون رو کنار گذاشت و بگیم که واجه درستش که فقیه هست یا فقها ها هستند اونها رو بکار بود من همواره از فقها ها اسم میبرم اینا فقیه هستند فقه دار و البته فقه نمیدونن ولی در حال نهایت این است که اینا فقیه هستند نه علما که خودشون بستد خودشون مال. به علما گذاشتن یا روحانیت گذاشتن نه در همین چهل سال نشون دادن که هیچ رابطه با روحانیت و معنویت و اخلاق ندارند که فهمت... نه عالمند و نه روحانی نه روحانی هستن نه عالم هستن اینها در عمل نوشق هست. علم معنی خاصی داره معنی روشنی داره علم در دانشگاه ها درس میدن علم متد داره علم به آزمایشگاه برده میشه تست میشه ثابت میشه رد میشه و این هیچ ارتباطی با فقه شیعه یا سنی یا هر فقه مذهبی یا شریعت مذهبی وجود نداره که بخوام اونها رو جزو علم بکنیم به حساب بیاریم و کسانی که از این فقه مطلع هستن جزو علما به حساب بیاریم در حال این توضیح بکنم که لازم هست داده بشه ولی نکته شما براموش کردم بله ارزم این بود که شاه با پولی که به اینها میداد تصور نمیکرد که یا تا آخرین روزها هم فکر نمیکرد که این گروه این فوقه ها یا هر چی که اسمشون رو بگذاریم مذهبیون بتونن یک همچین جپهی رو تشکیل بدن و بر علیهش به و برعکس بیشتر متوجه چپی ها بود و حمله به اونها و تودهی ها و کسانی که گرایش های آنچنانی داشتند درست میگم این رو؟ دقیقا همینطوره نه نجراف نه بلکه سیاست آمریکا هم این تحلیل رو داشتن فکر میکردن که خطر برای ایران به خصوص در همسایگی شوروی اون زمان کمونیست ها هستند باید مراقب اونها بود به خصوص در افغانستان هم کودتای به سمت و سوی شوروی اتفاق افتاده بود دو سه سال قبلش و داوود خان رو از قدرت برداشته بودن این خطر برای شوروی برای آمریکا احساس میشد بهترین عدد بازم تحلیل اونها که بهترین شیوه مقابله با کمونیست و قدرتگیری گیری مذهبی های سنتی بودن که با کمونیسم همون اندازه دشمن بودن بنا فکر میکردن این کمربند سبز میتونه حریف کمونیست ها بشه و این خطر رو رفت بکنه نمیدونستم که بدن چه اتفاقی میفته خود مذهبی هم خواستار سرنگونی رژیم شاه نبودند از جمله خود آقای خمینی نه انقلابی بود نه خواستار سرنگونی شاه بود اونا خواستار این بودن که شاه این بخش از مذهب در چارچوب شریعت اسلامی حداقل بخشی از رفتار رژیم در چارچوب شریعت اسلامی انجام بگیر نه فراتر از اون مثلا میدون در سال 1341 2 اعتراضاتی که روحانیت کرده بود به دادن حق رأی به زنان بود یا اصلاحات ارزی بود اینا اقداماتی بود که شاه برای پیش برد اهداف خودش و آمریکا البته حمایت میکرد قرب هم حمایت میکرد مدرنیسمی بود که از بالا به جامعه داشت دیکته میشد و از زیر هم اقدامات زیر هم کم کم شروع شده بود ولی روحانیت سنتی و غیر سنتی رادیکالش هم مثل خود خمینی در اون زمان با این عملکردها مخالف بودن نه اینکه بخوان شاه رو بر، برکنار بکنن بارها از زبان آقای خمینی نقض شده از نوشته هم نقض شده که از شاه خواسته که در چارچوب قانون مشروطیت عمل بکنه آیت الله شریعت مداری در تقریبا پنج ماه شش ماه قبل از پیروزی انقلاب در مهر ماه مهر است اعلام کرده به شاه که ما خواستیم این استش که شاه در چارچوب قانون مشروطیت عمل بکنه جبه ملی هیچ وقت انقلابی نبود مصدق که انقلاب نمیخواست بکنه مصدق, مصدق خلاف مشروعی پادشاهی کاری نکرده بود و دنبال این نبود که پادشاهی را از بین ببره خواستار این بود که پادشاه در چارچوب قانون مشروطیت عمل بکنه شعار این بود... بود آقای دکتر شعار این بود که در مملکت مشروطه شاه حکومت نمی کند بله تو دخالت میکنه در بله. حکومت در حالی که باید مثلا در چارچوب قانون اساسی فقط ناظر باشه یا در هیته ای که بیشتر تشریفاتی است دخالت داشته باشه به این نکته شما اشاره بکنم طولانی شده مقدار پاسخ به این بخش و اینکه همه روحانیت از دستگاه پول نمی گرفتند ولی بخششون پول می گرفتند و پولم پول هم خیلی زیادی نبود که بخوایم رو مثلا تکیه بکنیم اینا مزدبگیر دستگاه بودن در دستگاه روحانیت و حوزه ها از طریق دیگری به گردش میافتاد مردم به این بخش از جامعه اعتماد داشتند به اونها تکیه داشتند اونا بخشی از جامعه مدنی بودند در برابر دولت و میدونیم که در زمانهای مختلف با مردم همصدا بودند همصدا شدن وقتی قدرت گرفتن ناگهان تبدیل یک پدیده ضد مدنیت ضد آزادی ضد اعتماد مردم شدن و این فکر میکنم که نتیجه در نتیجه قدرت گرفتن و اونم قدرت مطلق گرفتن همین بخش از فقها ها یا روحانیت انجام گرفت که به اعتماد مردم پشت پا زد البته امروز یا این چل سال دسترسی این بخش از جامعه به ثروت ملت ثروت ایران به تمام پایهای قدرت آنچنان است که شما میتونید به مقایسه یک به ده هزار بکنید یعنی اون زمان ف... اگر یک بود امروز ده هزار برابر بیشتر در اختیار این و ف... دکتر من یادم افتاد اون شعاری رو که میدادن اون روزها در مملکت مشروطه شاه سلطنت میکند نه حکومت بله. و این رو مرتب تکرار میکردن بله. صحبت کردین راجع به کارتر و کاری که کرد یعنی خاص فضای باز سیاسی بگذاره و حقوق بشر و اینگونه مسائل فکر نمی کنید به همین دلیل هست که بسیاری از هموطنان ما علت اصلی سقوط شاه رو کار عمد کارتر میدونن و فکر میکنن که کارتر معموریتی داشت که شاه رو ساقط بکنه بله من کار عمدش رو باش موافق نیستم ولی مقاله من با همین شروع شده که اگر در ایران در اون زمان انقلاب نمی شد و شش سال بعد که سیاست جهانی در شرق و غرب دگرگون شد دیگه در ایران انقلاب نمی شد. اگر میشد این نوع انقلاب نمیشد که فقها به قدرت برسند و پیامدهای آن ولی اینکه عمدی در کار بوده نه عمدی در کار نبوده من باز مقالم رو با یک نقل قولی از تد ات، کندی شروع کردم ادوارد کندی زمانی که سناتور بوده او به در, در تانجو که یادم هست در یا مجله تایمز یا مجله نیوزویک مقاله نوشته بوده و اونجا اشاره کرده که سرنوشت ایران به دست به یک با یک گلوله تغییر خواهد کرد با شلیک یک گلوله تغییر خواهد کرد چون که تمام قدرت در دست یک نفر هست و اگر این گلوله در بر شاه رو ترور بکنن معلوم نیست که وضعیت ایران چی بشه بنابراین دولت آمریکا چه ریپابلیکن ها چه دموکرات ها حالا دموکرات ها خیلی بیشتر ریپابلیکن ها خیلی کمتر معتقد بودن که شاه برای اینکه دوام پیدا بکنه باید قدرت رو سهیم بشه با دیگران آیزنهاور در سال 1336 در سفری به هند در برگشت از سفری از هند ایران متوقف شد ایران وایستاد سخنرانی کرد با شاه چند ساعت ملاقات کرد در اونجا به شاه توصیه کرد که قدرت رو شریک بشین دو سه, سه،, سه، چهار سال بعد از کودتاس صحیم بشه با نیروهای اپوزیسیون و شاه زیر بار نرفت کندی این کار رو کرد او با زیر بار نرفت بعد هم زمان کارتر خیلی جدی این مسئله برخورد کردن چرا که خطر رو میدیدن با توجه به دیکتاتوری که شاه داره پیش میبره احزاب حتی در اون نظامی رو در اون نظام رو از بین برده و حزب رستاخیز انحصاری به وجود ورده احساس خطر میکردن که در این شرایط نیرای کمونیست میتونن رشد پیدا بکنن به خصوص زمانی که همونطور که اشاره کردم قبلا در افغانستان کودتا شده بود کودتای طرفداری از شوروی اتفاق افتاده بود اینا نگران بودن بنابراین کارتر خودش معتقد به حقوق بشر بوده و این اعتقاد به حقوق بشر می دونید آدم مذهبی بود بله. بله. او معتقد به حقوق بشر بود و او دنبال این بود که در حال یه سری اقدامات اصلاحی انجام بگیر در ایران و معتقد بود که این اقدامات اصلاحی باعث دوام حکومت میشه نه سرنگونی منتها شاه این خیلی مرعوب شد من توی مقاله توضیح دادم که چرا شاه مرعوب این سیاست شد و شدیدا عقب نشینی کرد و کنترل ازش خارج شد بنابراین این سیاست باعث شد سیاست فضای باز باعث شد چون شرایط اقتصادی ایران اصلا شرایط انقلابی نبود اقتصاد ایران اقتصاد موفقی بود جز دو سال آخرش کسانی که حتی مخالف بودن آمار ارقامی دادند که در کشورهای جهان سوم رشد اقتصادی ایران بی سابقه بوده است شما الان به متوسط نگاه بکنید در سال 1341 42 تا 57 که انقلاب شده نرخ رشد اقتصاد ایران 8 تا در بعضی سالها بالای ده بوده در حالی که الان تمام چل سال رو با هم دیگه جمع بزنیم دو هست یعنی اون ببینید چقدر تفاوت زیاد دو و هشت تفاوت خیلی زیاد هست بنابراین وضعیت اقتصادی ایران وضعیت انقلابی نبود وضعیت سیاسی بود که وقتی فضای باز اتفاق افتاد دیگه قابل کنترل نشد و میتونست به صورت خیلی ملایم تر در همون ماهای اول به جای که شاه مقاومت بکنه در مقابل مخالفین افراد و احزاب مثل جبهه ملی و نهست آزادی رو در قدرت سهیم بکنه و انقلاب اتفاق نمی ولی دو مشکل من توی مقالان بازم اشاره کردم بخشی از نیروهای مخالف دنبال انقلاب بودن اصلا براشون مطرح نبود که آزادی به دست بیاد بخشی از نیروهای مخالف دنبال آزادی بودن متاسفانه وقتی آزادی به طور نسبی در زمان شاه داده شد اونا از آزادی استفاده نکردند که آزادی رو گسترش بدن اون از آزادی استفاده کردن که انقلاب رو پیش ببرن و این به نظرم بزرگترین صدمه ای بود که به روند پیشبرد آزادی در ایران اتفاق افتاد و نتیجهش این شد که به جای دیکتاتوری زمان شاه یک دیکتاتوری یا استبداد مذهبی بدتر, اون بدتر از اون زمان به وجود بیاد آقای دکتر علمداری 1974 من امریکا بودم فاینانشال تایمز تایمز مالی که هر سال در مورد یک کشور گزارش مشروحی رو چاپ می کرد و یه پولی هم می از اون کشورها در مورد کشورهای مختلف در مورد ایران چندین صفحه کامل رو اختصاص داده بود به وضع ایران اجتماعی اقتصادی سیاسی در قسمت سیاسی که من این رو ترجمه کردم و یکی از نشریاتم چاپ کرد البته با تغییراتی اونجا اشاره شده بود که این روزها در ایران قدرت دست آخوندها هست و هر آخوند حکم یک تانکو داره و تصور این که گروه های دیگه میتونن قدرتی رو به دست بیارن یا کاری انجام بدن باطله این چند سال قبل از اینه که واقعا انقلاب صورت بگیره این پیش بینی اون موقع شده بود در حال حاضر من یه شباهت هایی میبینم راجع به پیش بینی ها و برآوردهایی هایی که از طرف گروه های مختلف گروه های بین المللی میشه به سر نهادهای بین المللی راجع به وضع آینده سیاست ایران که شباحت های من میبینم با یک چنین اظهار نظرهایی فکر نمی کنید با این شرایطی که رژیم به وجود آورده وضعیت اقتصادی اجتماعی سیاسی زیربنایی از هر جهت که فکر بکنیم واقعا بیکفایتی کسانی که این چهل سال حکومت کردند نشون داده که داره مملکت رو به قهقرا میبره به نیستی میکشونه و چندین ساله که این حرف هست که دیگه این رژیم با این شرایط نمیتونه ادامه بده این برابرت های جدید رو به چه صورت میبینید تا چه حد جدی میبینید ببینید یه تفاوت اساسی بین امروز و اون روز وجود داره یعنی امروز و قبل از انقلاب وجود داره قبل از انقلاب شاه اجازه نداده بود هیچ به مخالف شکل هم که اشاره کردم حتی دو حزب درونی خودش رو مدافع سیستم فانشایی بله. رو از بین برد و حزب انحصاری به وجود آورد بود منتانا نمیتونه شاه نمیتونست تشکیلات مدنی حوزه ها و مساجد و تکیه ها رو اینا رو از بین ببره اون شبکه بسیار گسترده در سراسر ایران با همدیگه ارتباط داشتن ولی مدنی بودن سیاسی نبودن در زمانی که این بسیار یه فرمول باز دیگری هست که همه جا صادق هست یه تشکیلات مدنی زمانی که جنبشی را میفته تبدیل به یک جریان سیاسی میشه یا میپیونده به جریانات سیاسی بهترین مثالش در لهستان هست که این اتفاق افتاده هل. در ایران هم روحانیت یا حوزه ها و مساجد و تکایا اینا شبکه های مدنی بودن که تمام کسایی که بهش اعتقاد داشتن عضو این شبکه مدنی بودن. شما امروز نگاه میکنید در ایران سازمان ها یا تشکیلات مستقل مدنی وجود نداره سیاسی که به طور تب وجود نداره در اون زمان قبل از انقلاب اینا فعالیت میکردن منتها فعالیت های ملایم مذهبی سیاسی و عمدتا مذهبی و فقهی و نیازمندی های فقهی مردم روش فاسخ می دادن و در این حال هم مورد اعتماد مردم بودند و این اعتماد سبب شد که در زمانی که جنبش شروع شد تبدیل به انقلاب شد به خیلی سریع تبدیل به انقلاب شد این تشکیلات مدنی تبدیل به یک حزب سرتاسری بشه با رهبری فرهمند رهبر تشکیلات ساختاری هرمی و کادرهایی که سخنران بودن سخنور بودن در هر کجا که میرفتن میدونستن مردم رو قانع بکنن بسیج بکنن تهییج بکنن براتون فقط یه مثال بزنم تقریبا باز گفت که خیلی نزدیک به انقلاب شاید هفتش ماه قبل از انقلاب بزرگ اولین بزرگترین تظاهرات کارگری زمانی اتفاق افتاده که یک آخوندی در تصادف اتومبیل فوت کرده و در مراسم تشه جنازه این آخوند شعارهای سیاسی داده شده بود در که قرار نبود تظاهر سیاسی نبود و با پلیس درگیر شدند و پلیس تیراندازی کرد چل نفر کشته شدند و این آغاز درگیری های خصمانه بین مردم عادی از جمله کارگران بود کشاورزان هیچ وقت به انقلاب نپیوستند فقط اون بخشی از کشاورزان که در حاشیه مهاجرت کرده بودند در حاشیه شهرها زندگی میکردن اونها بودند که نیروی یکی از نیروهای عمده انقلاب به حساب می ولی در روستاها خبری نبود و نکته این است که نبود تشکیلات سیاسی و بود تشکیلات سیاسی تعیین کننده است امروز برخلاف اون روز تشکیلات سیاسی و مدنی وجود نداره سندیکایی وجود نداره که مستقل از تشکیلات حکومتی باشه و به با همین دلیل با توجه به وضعیت بسیار اسفناکی که امروز وجود داره شاید دهها برابر بدتر از زمانی است که در ایران انقلاب 1357 اتفاق افتاد تا این تشکیلات به وجود نیاد تا این شبکه ها به وجود نیاد شبکه های مجازی رو نمیگم اینا تعیین کننده نیستن این برای تبلیغات خیلی خوبن برای آموزش خیلی خوبن برای ارتباط گیری خیلی خوب هستن ولی برای اینکه بشود مبارزات مردم رو تبدیل به یک قدرتی کرد و روی زمین تشکیلات به وجود بیاد و جمهوری اسلامی فهمیده نیروی امنیتی رو تقویت کرده که اجازه نده حتی ده نفر با هم تشکیلات درست بکنن هر نوع تشکیلاتی مهم نیست سیاسی باشه فرهنگی باشه اتحادیه سنفی باشه باید زیر کنترل دولت باشه و اگر نمیذارن حتی شما میخواین پول خیریه بدید اینات کنترل میکنن میدونید در جریان زلزله کرمانشاه و تن... اه... کردستان دو نفر آدم به صورت صاحب نام برجست علی دایی و آقای زیبا کلام از مردم پول جمع کردن و مردم به دلیل اعتمادی که اینا داشتن اینا پول دادن ولی حکومت اجازه نداد این پول توسط اینا به نیازمندان تحویل داده بشه چون همین رابطه رو جم... جمهوری اسلامی ازش وحشت داره که آدم هایی پیدا بشن مردم بهشون اعتماد بکنن به حرفاشون گوش بدن اگر پیامی دارن سخن سیاسی دارن دنبال بکنن این تفاوت بسیار عظیم است و امروز نیروهای سیاسی اگر بخوان مشکلات رو برطرف بکنن به سمت و سوی برن که این دیکتاتوری استبداد کنون رو برطرف بکنن باید به این فکر بیفتن که چگونه میتونن تشکیلات مدنی سنفی و سیاسی درست بکنند دکتر علمداری در اون زمان خب نیروهای کارگری خیلی قوی تر بود تا امروز امروز با توجه به این که واحدهای تولیدی تعدادش خیلی کم شده و نابود شده و از بین رفته این تظاهرات جسته گریخته ای که میبینیم که اون هم با بسیار سرکوب رژیم روبروست آیا میشه این تصور رو کرد که خود این گروه های متفرق با هم یکی بشن آیا این امکان وجود داره که نیروهایی که خارج از کشور هستند یعنی با تشویق و پشتیبانی نیروهای خارج از کشور که خود این یه مسئله است که ما سالها شاهدش هستیم که هیچ انسجام و همبستگی بین نیروهای خارج از کشور هم وجود نداره و تنها کاری که ما شاهدش بودیم جنگیدن با همدیگه بوده و به هم اتهام زدن و بلا غیر با توجه به این پیشبینی ها مجددن برمیگردم به سوالی که خدمتون ارائه دادم با توجه به پیش بینی هایی که الان میشه که این رژیم با این شرایط واقعا امکان ادامه حیاتش نیست آیا شما این امکان رو میبینید که از داخل نیروهای داخل حتی از داخل بسیج و سپاه و غیر کسانی پیدا بشن که بتونن کاری انجام بدن یا این سرکوب ها و بگیر و ببند ها مانع کوچکترین به صلاح امکانی بوده که اونها بتونن تصور این فکر رو تصور این رو هم داشته باشن یک واقعیت وجود داره و اون است که جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود به گذشته برگرده و هر چقدر بگذره اوضاع جمهوری اسلامی وخیمتر خواهد شد چون وضعیت اقتصادی از کنترلش خارج شده اینا بر اساس درآمد نفت و البته منابع طبیعی دیگری که ایران داره ایران کشور بسیار ثروتمندی است نتونستند حکومت بکنند افراد رو جمع باری بکنن افراد تا ذهنیتشون رو بخرن در خدمت خودشون بگیرن حتی چون بهتون به سال همین دو روز بعد که تظاهرات سالگرد انقلاب هست اینها در گذشته خب ساند... ساندیز به مردم میدادند و پذیرایی میکردند و کالاهای مثل روغن و برنج و این چیزا پخش میکردن در آخر تظاهرات که مردم بیان جمع بشن اونها رو بگیرن امروز دیدم که دو چرخه مثل لوکس کرسی برای جوانان گذاشتن که تبلیغ کردن زیش هم تابلو گذاشتن که برای کسانی که در تظاهرات شرکت بکنن این جایزه ها در نظر گرفته شده در... به قید بهشون, خواهم، بهشون داده خواهد شد ببینید با این شیوه ها دیگه نمیتونن اینها حکومت رو ادامه بدن زمانی که اینا حکومت میکردن مردم در توهم ایدولوژی بودن که فکر میکردن که برای اسلام برای مذهب دارن کار میکنن برای مستضعفین دارن کار میکنن برای خدا و آخرتشون دارن این کار میکنن امروز متوجه شدن که مردم در از این توهم بیرون اومدن اینا آدمایی هستن که از قدرت برای منافع مالیشون استفاده کردن هر کدومشون تونستن از یک گوشه یک برداشت کردن با عناوین مختلف بخشون خیلی علنا پول رو زدن به جیب و خارج شدن و کسانی هستن که دیگه قابل اعتماد برای مردم نیستن بنابراین اون شیوهی که دابه حال حکومت کردن که قادر نیستن حکومت بکنن برای بر اینکه در که در گذشته برای اینا فراهم بود که در آینده فرهان نخواهد بود اینا وضعیت اقتصادی رو از بین بردن تقریبا 50 درصد توان تولید ایران رو از بین بردن با توجه به مدیریت های مذهبی مکتبی نظامی فقاهتی و اینها احتیاج به کارشناس مثلا خبره تحصیل کرده داشت که اینها هیچ نداشتن یا اگر داشتن به نظر من میاد که واقعی نبوده بنابراین اینا نمیتونن این روند رو ادامه بدن ولی به این معنا نیست که وقتی رژیم وضعیتش بسیار بد شد حتما میفته برای افتادن یک رژیم برای تغییر رژیم نیروی مقابل و آلترناتیو باید وجود داشته باشه یک جامعه 80 میلیونی رو هوا نمیتونه وایسته یا باید همون قدرتی که هست وجود داشته باشه یا قدرت دیگری باشه که اون قدرت کنونی رو کنار بزن یا حاضر باشون قدرت کنونی کنار بره خب متاسفانه جمهوری اسلامی گونه آلترناتیوی اجازه نداده به وجود بیاد حتی در درون خودش امروز اگر جمهوری اسلامی اجازه داده بود که اصلاح طلب در قدرت باقی بمونن و اعتماد مردم رو داشته باشن نجات پیدا می کرد چون بخش بزرگی از مردم حاضر بودن در همون چارچوب اصلاحات با رژیم همکاری بکنن در حمایتشون حفظ بکنن ولی اینها انقدر انحصارگری کردن که حتی اونها رو هم نگه نداشتن به عنوان یک بدیل در اون حکومت که در زمان بحران مثل امروز از اونها استفاده بشه ولی سر دیگر ماجرا این است که نیروی اپوزیسیون درست است که از اون طرف جمهوری اسلامی اجازه نمیده هیچ کن تشکیلاتی به وجود بیاد ولی از این طرف هم نیروهای سیاسی اپوزیسیون به خصوص خارج از کشور هیچ گونه سر سازگاری با همدیگه ندارند اگر اگه کسی یک حرفی میزنه نفر بعدی مخالف است و حد مخالفت بسنده نمیکنه و آقا شروع میکنه به فهاشی کردن به توهین کردن به تخریب و دائما شما میبینید که این فرهنگ سیاسی مخرب داره خوش و باز تولید میکنه و نمیتونه پایان بپذیره من فکر کنم که تا زمانی که این فرهنگ مخرب سیاسی میان اپوزیسیون قالب هست امیدواری خیلی پایین هست برای اینکه بتونن به یک آلترناتیو بدر بشن ولی من این به وضعیت رو به اینجا منت... مرتبط میکنم که مردم هم ناگهان به این نجه میرسن که از, التر... از نیروهای اپوزیسیون هیچ امیدی بر نمی هیچ امیدی نمی توی داشته باشیم بنابراین روحی مردم هم اینا با این وضعیت خراب خواهند کرد باید. راه اصولش من این دوبارها تکرار کردم با... این بار هم تکرار خواهم کرد اون این است که نه مشکلات امروز و نیروی اپوزیسیون یک بخشش به تنهایی میتونه انجام بده میتونه حل بکنه نه اگر قدرت گرفت در آینده میتونه حل بکنه بزرگترین نمونهش خود جمهوری اسلامی است یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی قادر نیست وا تمام امکاناتی که در اختیار داره با تمام ثروتی که ایران داره مشکلات به مشکلات ایران پاسخ بده این است که انحصارگری کرده اینه که حاضر نشده با کسی حکومت رو شریک بشه این که حاضر نشده متخصصین رو در خدمت بگه فکر کرده که متخصصینی باید اون موقعیت ها یا مقامات رو به عهده بگیرن که تابع روحانیت و اون نظامی ها باشن و این بزن راه حلی نیست دکتر ما دو دقیقه وقت داریم یا کمتر از دو دقیقه من این سوالی رو که مطرح کردم با سایر مهمانان ارجمند برنامه صحبتی که راجع به شاهزاده رضا پهلوی میشه و این که خب به هر حال او شخصی است که شناخته شده هست شخصی است که صحبتایی که اخیرا کرده واقعا های منطقی بوده تا چه حد شانس میبینید و آیا این آلترناتیو میتونه آلترناتیو قوی باشه من فکر میکنم که اگر هم که توضیح دادم چون دنبال انحصار قدرت باشه یا فکر بکنه که اصلا جمهوریت دیگه مطرح نیست فقط سلطنت و فادشاهی مطرح هست نه جایی نخواهد رسید همون دوگه اگه جمهوری خواهان تصور بکنن که سلطنت و پادشاهی از بین رفته و دیگر اون اصلا مطرح نیستن این دوتا انحصاره انحصارگری است تفکر انحصاری در ایران شکست خورده است اگر جمهوری خواهان تصور بکنن مز... پادشاهی دیگه مطرح نیستن طرفداران نظام پادشاهی دیگه مطرح نیستن تموم شده یا برعکس اونها اینگونه فکر بکنن به جای نخواهند رسید راه اصولش این است که همدیگر رو بپذیرن و بگم ما در یک رقابت سالم سیاسی در آینده دنبال این هستیم که حکومت ائتلافی به وجود بیاریم دولت ائتلافی به وجود بیاریم و از طریق دولت ائتلافی تعیین خواهیم کرد یا از طریق رفراندوم تعیین خواهیم کرد تعیین خواهیم کرد که نوع حکومت ما شکل حکومت ما جمهوری کامل باشه یا جمهوری باشه مثل بعضی از کشورهایی که جمهوری هستن ولی پادشاه هم دارن ولی نقش پادشاه خیلی فرعی و سمبولیک هست نمادین هست اون باشه باشه اینو در زمان میشه تصمیم می گرفت که جامعه آزاد باشه جامعه بتونه حق رأیش رو آزادانه در صندوق ها بندازه و این زمانی است که نیروهای سیاسی در آغاز به این جنبنده رسیده باشن که ما این مثلا آلترناتیو رو این راهحل رو برای آینده میپذیریم بله. امروز دنبال گرفتن قدرت در دست هم نیستیم بله. دکتر علمداری بین آیت سپاس گذارم از شرکتتون در برنامه از بینندگانی که با ما بودید سپاس گذارم ممنونم که وقت گذاشتید و به برنامه توجه فرمودید بودید تا هفته آینده و از کارگردان فنی برنامه سپاس گذارم. تا هفته آینده و برنامه دیگر از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که باز بتونیم از اطلاعات خوب آقای دکتر علمداری در برنامه های آینده استفاده بکنیم روز و روزگار به شما خوش